السلام علیکم بینندگان عزیز، این انگ نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابیرف. در اساس تجربه ناحیه سیحون آباد، تامین شغل اهالی، پست کردن سطح کمبیزاعتی و افزایش درآمد شهروندان مسئله اساسی و مهمی روز به شمار می رود. در ناحیه سو خاندان های را می توان پیدا کرد که علکه تجربه سیحون آباد را براه ماندند. می توان گفت که در خاندان ها نه تنها پروریش محصولات کشاورزی، بلکه برپا نمودن گرمخانه ها، براه ماندن چارواداری، زنبور اصل و مرغ پروری به شرایط ناحیه سوخ مساعدت می کند. در جامعه شهروندان محلی صاحب کار هستند آنهایی که در صحن حولی خود یا حدود باغشان چارواداری را براه مانده و گرمخانه ها برپا کرده درآمد خوب به دست می آورند. زیلیدین عزیزف در حدود باغ خود دو عدد گرمخانه برپا کرده پمیدار و بادرنگ پروریش می کند و درآمدش نیز بد نیست. ما همین اویلوی یک گرمخونه سیستق گرمخونه ساخته، از همین کلندو کورکت باند پمیدوری بودرین و که این سال هر سال از این دسترخونه خلقم آقا میوهی نو آقال بحور بای میکردیم. این سال اصابی ارزگه و باوهی خنک شدن دیخونمو ارزگه عقب شد از موقع دیگه اکن خدا خواهد نصیب باشد بودرین دسترخونه خلقم ها میبرودو. اگر نه از همین محنت های اپایه شده 3 تون 4 تون 3 تون زیادتر میگریم دیگه 15 میلیون وای میکریم درآمد میگریم هم پرنیکمو. ما زمیستوم گرمخونه ما اینجا یرزگی مولخونه کریگا از دریزوشو کشه مولخونه گرمش این به میرسه. با کارهای گرمخانه اساساً زنان این خاندان مشغول می شوند. هر صبح نزدیک یک ساعت داخل گرمخانه شده بیخ نیحال ها را از علف های بیگانه تازه نموده، نیحال های پمیدار را از برگ های الوگیش نیز تازه می کنه. می گوید همسری زیلیدین عزیزف. درو سه روزانه در اومده بچگه های هم زاید کشه چنده تازه می کنیم علف های بیگانه. اینه نچنه پمیدار اسمش نمی کند پمیدار. زمین به خوک برست سوگی برگوش هم می چنیم شاخوی خوک برست سوگی شد. اگر این رو نچینیم کسلی این پمیدور به کسلی پیدا می شود. برای میوه کردن این پمیدور گلوش شده گره خداشنا سونی برای بریدکنه و آشیه دور آشیه از گه دور که چند کرم استاد دوری. در این خاندان فقط از گرمخانه نه بلکه از مرغ پروری و چارواداری نیز درآمد میگیرند. محصولات گوشت و تخم را نمی خریم بلکه دیگران از ما می خرم، میگوید سردار اویلا. یک چند چاروای کلان و میده داریم، آنها را به صحرا نمی بریم، در یک جا بسته برای گوشت تیار میکنیم و از این کارمان هم درآمد خوب به دست می آوریم، میگوید او. من اینجا این طرفش گرمخانه، این طرفش از یک تا مولخونه ساختیم و برای گرم کنی وای آنم گرم خونه ای و آنم اوغل یکت کرده ساخته وای کرده گی اوزر این روزای زمستون شاید اگری 3 تا 4 تا نواس می پویی. روزای زمستون شاید فقط اصابه گرم کنی وای امو فقط همینجا این یک درآمد و همو بو. در ساحل دریا پارچه زمینی داریم که در آنجا به شالی کاری مشغول می شویم. از شالی نیز درآمد خوب می گیریم، می گوید مصاحب ما. قطره قطره دریا شود، می گویند بزرگان که این حق است و راست. از چارواداری و گرمخانه، مرغ پروری و شالی کاری قطره قطره درآمد زیلیدین عزیزف نیز جمع شده دریا می شود و امروز از حساب این کارهایش زندگی فراوان دارد و همه اهل آیلش و کار بند شدند. حیات آدمان عادی و صمیمی دهات واقعا هم هوس کردنی است. توسط مهنت حلال رزق و روزی خود را پیدا کرده، بدار و ندار زندگی شکر کردن آنها از فضیلت های بهترین انسانی به شمار می رود. ادامه موضوع در لوحه نوبتی ما. برای صاحب احترام شدن، صاحب یگان منصب و یا ثروت یا عالم و شاعر شدن شرط نیست. انسان را در حیات مهنت حلال، راستی و نکوکاری و پرهیز از حق دیگران صاحب احترام می سازد. حسنبای محمدعلیف، ساکن محله قلچه ناحیه سوخ، تا به نفقه برآمدن در خواجگی های شرکتی همچون تراکتورچی فعالیت داشت. صاحب 5 فرزند و 22 نبیره و عبیره می باشد. گرچند سنش به 80 نزدیک شده است، همان مهنت می کند. حاضر همم جوا کچک شنوندم. کچک شنونده اگر دارم کچک هایم ملویم که بولو تخمه
خاک پوش که ملیم خاک پوشیم. دنی جویا کشه ملیم که با منزیم که این سخ نشده نام میکشد. کچکه. رس پیرشه خودوی داده که من نوز نیمت های بدگوا شکر کشده اکن بسیار نباشدم همین تا بیتا یک ساعت دو ساعت جمعمم یاله و خوچالک با یوردم میشد یکم هشتاد برامدم انا من کالخوز همینجا نده اکسکواترچه بیلاروس او شده 37 سال پشته همینجا کالخوز من پینزا برامم خدا شکر برامدم من همینجا باغ و راقای خدا دادگو ارزگه میند که بچه ها یاد داده دختر ها یاد داده کی آنامی خیر که گردون گفته اکن تا قدیم کنده جمسیم. در صحن حولی او همه نمودهای محصولات کشاورزی را پیدا کرده می توانید. در گرم خانهش از لیمون و مندرین سر کرده تا همه نوهای کبودی ها را دیده ممکن است. از بازار یگان میوه یا محصولات پالیزه نمی خریم. همه اش را خودمان پروریش می کنیم می گوید او. گرم خاننده پرنه پمیداره که ادام بادرین کرده ادام فرق تاگم نیو نیویره ها بیم ملال خوده ها رفته اومد با هم دیده نویگره گفته کشده امسال چیسناک کمی آلاشه سونه لیمون کده مندرین آورده شنوندم یک قطار مندرین یک قطار آلاگه لیمون اکن هوای پرورش کنم گفته انا همینجنده اکن توکیه میخوریم و بزار امسال دوتا پر لیمون دی لیلو میشود است گفته منم آیم آدر دو قطار لیمون دو و شنوندم منه گرفتوز منه سوره پیچش گلنده کورنا دودو بابا همه یاد داده گفته می کردن اگه ننه با منم بچه ها یاد داده همی کل کنده منه چیسناک باشد های کوتو باشد های اکروب باشد های رخص بیرشه بادر اندگنه نمی خره منه کرم کچوتوش تیار شد و بیم جو های چهار روز بعد بیم شنونم حیات خدا شکر بازار نیه این درجه بازار اکن دیگه محصولات خودش تورو خرم ممکن میگرمو این دیگه چیزا نیه خدا شکر همینجا هم فیزرت که میشد سلامت ها فایده میشد؟ سلامت ها فایده سوسم ناس مزول بیه کار خورفتن کتی بینم نمیشد من اپاد زپاد جمعه هم دیگر هم که بوده فیزرات که از که میجمم هر روز هیچ نیا 3 ساعت 4 ساعت مینات میکنم تمام با من اپاد دامم میگرم اکو مو یک چه گنده نمیکنم اکو زمنش بیگورو نکاسوسو بزرگ میخاردو نمیگویمو اکن هر کس خودشه دونسته خودشه حرمتشه دونسته محنت کند کم نمیشد گفته گپو های اکونا دودو با هما گفته گینا انا با اکن نرزگ علاو میشهشم دام میگرام نظرم با بیشتر دام کنم سال خیرشه میمونم مسیح در دامنه کوه منزلی زیست دارد. آدمان به بلندی آب را توسط نساس میکشند. اما حسنبای امک چرخ گردان که در لحجه ما چرخ فلک یا چرخ فلک میگویند ساخته است که آب را به بلندی توسط آن برآورده است. او وقتا نساس ها نبود. در ما اشتادم زلو. ناسوس ها یا پویمبا یا کوکان حمله با رفته صرف که مینات نبود این ادادام موندگی یا وقت دادام همدینه کرده چه کونه و اوب برارده یک وقت دیده گشتودم سانه نه اوب شده جو شده سانه چرفلک ها برا سانه هوای ها ایش با اومد انا همینه همینجانه ساخته همین که دم رچات همین 4 متر با آبا برار شیم چند صدق زمین با آمیتید با واسی همین چرخ خلاه؟ او در علم جان یک 25-30 زمین های از همین آمیتید؟ همین چوی پلک آب سیراب آب فردا می براد هر زیادت نمیشد الکتر مصرف نمیشد اکن درست می؟ اکن همین جوی کلون آب بیمالول یا آنین صفت دار آنین اپراتا مونده من همین کتیه من دو درخت اوبو یه ملول
الکترا کش یا الکترا بید یا نتروفا بید نیه خداش دار زده آبا میبرد آنم دینگ آبا براکن خدا دادگی یک عقل باس یا وقت دیدودم یکم گجونده آنم ایخیل همون ساخته رم جنده 83 سال فایده برم توسط چرخوفلک امک حسنبای زیاده از 10 سطح زمینی در دامنه کوهداشته خود را آبیاری میکند نبیرگانش از نزد بابا اصلا دور نمیشوند زیرا بابایشان با آنها از تاریخ حادیثه و افسانه های عبرت بخش و شوق‌آور را نقل میکند با برابر این با آنها همیشه پند میدهد که در آینده از مهنت حلال نانیابند تا از دستشان میآید به دیگران نیکی کنند عمر گذران است اما آن را بیهوده نگذرانیدن لازم است حیات هم مثل همین چرخوفلک است دور میزند آدمان باشند میآیند و میروند میگوید بابا بنابیرهایش چرخ فلک دور میزند عمر آدمی هم مثل چرخ فلک تیز میگذرد لیکن از وقت خدا داده ثمرانوک استفاده بردن لازم است حضرت لایق میگوید که کسی که از وقت از عمر گذشته استفاده اگر عاقلانه استفاده نبریم روزها چون قاتل ما میگذرند اما امک حسنبای از هر یک لحظه حیات از هر یک دقیقه عمر ثمرانوک استفاده میبرند و من از سینشون به 80 رسیده باشد هم همان مهنت میکنم واقعا هم حیات امک حسنبای برای دیگران نمونه عبرت است به هر یک لحظه حیات بدار و نداری زندگی همیشه شکر میکند و امروز او به قول به همه شکرگزاری هایش نیز شکرانه میگوید در دهه قلچه نوحی سوخ زیارتگاه با نام شیخ کلوله ارزی وجود دارد که بعضن مردم محله آن را شیخ کلولان نیز می نامند. در زیارتگاه مذکور زنان دهه به مناسبت عید نوروز تدبیر تشکیل نمودند. نوروز که جشن باستانی مهربانی و سخاوتمندی سازندگی و تحمل پذیری دوستی و همبستگی می باشد در زیباترین کهندیار وطن سوخی عزیز نزدیک یک ماه جشن گرفته می شود از بس که عید نوروز امساله به ماه شریف رمضان راست آمد در محله های ناحیه سوخ به نوبت جشن این عید ملی بعد عید سعید فطر آغاز یافت در محله قلچه زنان دهه به زیارتگاه شیخ کلوله جمع آمده به مناسبت عید نوروز تدبیر تشکیل کردند امروز در دهه ما تمامی زنهای همه محله همان را جمع کرده اید کرده داده استاده ایم تمامی زنهای همه دهه قلعچه امروز خورسندند طبق معلومات فعال زنان و دختران محله قلعچه سیرم ترغونالی و در همه کارو بار محله زنان دهه فعال بوده در پیشرفت و آبادی دهه سهمی آنها نیز برجسته است در چورابینی زنان فعال دهه آید کارهای آبادسازی و بنیادکاری که سالهای آخر در اساس قرار رهبری دولت در ناحیه سوخ خاصتا در محله قلعچه به عمل برآورده شده است الهیده استاده گذشتند اهل محله قلعچه از آن ممنونند که در دوام دو سال آخر آرزوی چندین ساله آنها جامعه عمل پوشید این هم باشد از خود کرده شدن موزی جوپیه و به این منزل برآوردن آب از دریای سرخ می باشد این همش نتیجه برقراری صلح و امنیت در مملکت است چون این اصلاحات تشبث های حیات بخش و توی تنتنه ها تنها به کشور می زیبد که حیات مردمش فراوان و صلح و امنیت در آنجا پایدار می باشد گفتند آنها زنان قلچه همشان ممنون خورسند همه تدبیر تشکر کهی رئیس محله ما جنسمیت ما رحمت به حساب میدن همه تو نبانه اید نوروز و اید رمضان تبریک میکنم یورت ما تین شد در شورابینی صنعتکاران مرکز مدنیت ناحیه سوخ اشتراک کرده توسط سرودهای دلنشین خود به اهل تدبیر یک جهان خرسندی بخشیدند جوانان صاحب استعداد محله باشند در وصف وطن استقلال و کامیابی های آن عید نوروز سهم زنان در پیشرفت جامعه سخن کرده و شعرها قرائت نمودند و صحنچه ها از حیات زن محنتکش دهات نمایش دادند که به همگان خیلی پسند آمد بینندگان عزیز بخشی خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین کشور را به شما می رسانیم.
بنا به معلومات اگنتی استاتیستیکا در ماه های انور فوریه سال جاری ازبکستان به 15 کشور خارجی 4.7000 تن کاغذ و کارتون با ارزش عمومی 6 میلیون دلار آمریکایی اکسپورت کرده است. حجم اکسپورت کاغذ و کارتون نسبت به همین دوره سال گذشته 1.3000 تن افزوده است. ازبکستان بیش از همه به کشورهای زیرین کاغذ و کارتون صادرات کرده است: قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، آذربایجان و افغانستان. سال 2025 در سمرقند برگزاری نشست نوبتی سطح بلند در شکل شورای همکاری آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج فارس در نظر است. به این مناسبت روز 15 اپریل در تاشکند جمع‌آمدی دوم وزیران کارهای خارجی مکالمه استراتژی شورای همکاری های آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج فارس برگزار می شود. در جمع‌آمد مسئله آمادگی به چاره‌بینی با نفوذ بررسی می شود. لایحه ساختمان سیستم نگهداری نیروی برق که از حساب سرمایه گذاری یک شرکت چینی در ناحیه ازبکستان ولایت فرغانه عملی می شود آغاز گردید. چاره‌بینی تنتنوی بخشیده با آغاز لایحه ساختمان سیستم نگهداری نیروی برق با اقتدار 150 مگاوات برگزار گردید و در آن آید اهمیت این لایحه در حیات مردم ولایت فرغانه سخن رفت. در ازبکستان فروش سیگارهای الکترونی و سیستم گرمیدهی تماکو منع کرده می شود. طبق تحلیل ها نورسان و جوانان نسبت به کلانسالان 3 مراتب بیشتر از سیگارهای الکترونی استفاده می کنند. بینندگان عزیز، اکنون رو می آریم به میدان جهان. حالا شما توسط صحیفه دنیا 24 به خبرهای مهمترین جهان شناس می شوید. در ولایت اورنبورگ روسیه زیاده از 12000 خانه و 14000 قطعه نزد هولگی زیر آب مانده 6.9000 نفر تخلیه کرده شدند. خبر می‌دهد اگنتی کازینفورم با استناد به تاس در ولایت نظامی حالت های فوق العاده دارای خصوصیت فدرالی اعلام کرده شد. اوج آبخیزی در اورنبورگ امروز پیشگویی شده است، طوری که در خدمات مطبوعاتی حکومت منطقه خبر دادند بارهای رسیده 30 مجموع بندهای آبکشی و 1.5000 کرپه‌های گرم به قسمت های زیر آب مانده شهر اینچنین ناحیه های اورنبورگ و ایلک فرستاده می شوند. حالت روز چهارشنبه در مغولستان بر اثر بارش شدید برف در مملکت که باعث دستنورس گردیدن غذای چاروا شد، در مجموع 6.3 میلیون سر چاروا نابود گردید. در این خصوص کاتب کمیسی دولتی حالت‌های فوق‌العاده توشین سایخان بایرخو در نشست مطبوعاتی با ژورنالیستان محلی اظهار داشت. با گفته او در ایماک‌های سخبه اتر، هنتی، ارخانگای، تو دورنگوف و بولگان مغولستان نشاندهنده های بلندترین نابوشوی چاروا ثبت شده است. چاروداری یکی از ساحه های اساسی اقتصادیات مغولستان و اینچنین منبع درآمد قریب 40% اهالی کوچمنچی کشور می باشد. طبق معلومات وزارت آذوقواری، کشاورزی و صنعت سبوک تا آخر سال 2023 شماره عمومی چاروا در مغولستان 9.1% کاهش یافته به 64.7 میلیون سر رسیده است. میدان 80 سالگی غلبه می تواند در اتحاد دولت های مستقل پیدا شود. اشتراکچیان جمع‌آمد شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در مینسک تصمیم درباره تأسیس میدان یگانه جشن 80 سالگی غلبه در جنگ دوم جهانی سالهای 1941-1945 را تصدیق کردند. قرار برای بررسی به سران دولت ها فرستاده می شود. عزیزان دل و دیده، در دامین لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم تنها خبرهای مهمترین و آخرین روز را رسانیم و در همین جا به بخش خبری انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.